نیست، مگر تک و توک دیگه خیلی تست خاصی باشه. پس بچه های خودم که سر کلاسید، حالا تو جزوه هم میبینید تست هایی که براتون در نظر دارم به عنوان تألیفی، اینا تست های جدیدن بچه ها. و بعد هم وارد کنکور ها میشیم و تست های کنکور و مبحث رو میزنیم. تفاوت اصلی که اینجا با کلاس های جامعه داره اینه که اگر نگاه کنید ما هر جلسه چند مبحث رو با هم یاد میگیریم و این باعث میشه ما بتونیم گرامر ترکیبی با هم بزنیم. یعنی مجهول و مدال چجوری ترکیب میشه؟ تمام احتمالات سوال رو من با شما کار میکنم، هم تو تستام هست هم تو حرفایی که موقع حل میزنم هست. و فقط یه پرانتز باز کنم بچه ها، اگر تمام تستا رو رسیدیم تو هر جلسه حل کنیم، تو گرامر حل میکنیم، اگر نه میشه اون چیزی که میمونه مثلا 40 تا تسته، 20 تا رو تو ساعت کلاس با هم میرسیم حل میکنیم، 20 تا میمونه، اون 20 تا میشه تکلیفتون و جوابش دوباره به صورت تصویری و آفلاین. یعنی من پاسخ تو جزوم نذاشتم تو قسمت گرامر. چرا؟ چون تک تک تستا رو میخوام همین جوری که دارم به دوربین نگاه میکنم و تو کلاس به تو یاد میدم، اگر تستیم موند خودم تصویری برات ضبط میکنم، میگم شما برید تستو بزنید بچه ها، بعد که زدید اون وقت بیایید پاسخنامه رو با من چک کنید و توضیحات من و نکات من رو بدونید. پس این رو خیالتون راحت باشه که ما تست نزده و حل نکرده نمیذاریم. بسته به تایم، بسته به ضرورت، بسته به اهمیت موضوع یه سری تستا تو جلسه حل میشه، یه سری تستا میشه تکلیف شما. یه سوال مهم اینجا باید جواب بدم، آقا غیر از اینا نیاز من تستی بزنم؟ بچه ها اگه بزنید بهتر، ولی من میخوام همین جلسه با اینکه خداییش روحیم این نیست، یه ادعایی بکنم که تمام چیزی که میخواید تو این جزوه هست. یعنی اگر یک تست اضافه تألیفی نزنید، منهای اون یه ماه آخر که حالا برنامه دارید کنکورهای سال قبل رو میزنید، هیچ نیازی به تست نیست. یعنی اگر تو مبحثی، مثال میگم، بیشتر 15 تا تست گذاشتم، خیالم راحته که تمام نکاتی که تو باید دو ماه آخر بدونی رو آوردم. بازم میگم چه برای دانش آموزی که صفره، چه برای دانش آموزی که میخواد 100 بزنه، ما تو جزوه‌مون تست داریم. این از قسمت گرامر بچه ها. این روال ما حدود 6 جلسه طول میکشه. اگر نگاه کنید تا جلسه ششم ما گرامرها رو با هم دوره میکنیم. بازم میگم از مطالبی که درس دادم، اول جلسه بعدی ما یه آزمون داریم. اما کار بعدی که تو جزوه تو هر جلسه انجام میشه، ما تو جزوه بچه ها هر جلسه برای شما یه پارت واژگان در نظر گرفتیم که من لیست لغت ها رو آوردم، حالا تو جزوه نشونتون میدم. و بعدش که شما میخونید طبق این طرح درس، مثلا جلسه اول شما لغت های کلن سال دهم رو باید بخونید که من برات همه رو آوردم، لغت ها رو برات آوردم و تستم برات گذاشتم که اون تست پاسخ داره، یعنی میتونی پاسخ ها رو که زدی چک کنی باش. و یه کار کاملا متفاوت، یعنی میتونم ادعا کنم کاملا متفاوت با تمام نکته تستایی که شما تا حالا دیدید، برای اینکه به شدت متن کتاب ممکنه برای طراح مهم باشه کما اینکه قبلا بوده، و برای بچه‌هایی که امتحان نهایی دارن و این نکته تست اومدن، اینه که خط به خط کتاب درسی که بچه هایی که با منن میدونن، من اینو تا تو طی سال تو کلاس ها خط به خط رو میگم، خط به خط نکات کتاب درسی رو واسه تون تو جزوه خودم آوردم و طی 6-7 جلسه برات خوردش کردم که شما هر جلسه یه بخشیشو بخونی، به جلسه هفتم هشتم که رسیدی که دیگه میخوایم با هم آزمون تقریبا شروع کنیم، بگی آقا دیگه خیالم راحته، هم الان کتابو بلدم هم لغتها رو بلدم. این 6 جلسه اول ماست که همین 6 جلسه فقط تو واژگان بچه ها نزدیک 300-400 تا حداقل تست لغت حداقل توش هست. لغت ها گرامر که جدا توضیح دادم، پس اینو داشته باشید. اما با همه این تفاسیر همیشه ما مشکلمون کجاست؟ آقا من ضعیفم، من نمیتونم معنی کنم، آقا تو که تست لغت برام میزنی من اصلا خیلی روونترم، خودم نمیتونم، مشکل دارم تو ترجمه. بچه‌ها